ولی نقطه عکسش هم در نظر بگیرید اگر این اتفاق نیفته خطرات بزرگی مملکت ما رو تهدید میکنه یکی اینکه در نبود چنین بدیلی ممکنه فردا از تو سپاه یکی بیاد کودتا بکنه خب نظام از شکل توتالیتار مذهبیش در بیاد ولی تبدیل بشه به یک دورانی که باز با یه پینوشه نوعی یا یه فرانکو نوعی سر کله بزنیم نیازی نیست که از این مسیر رو بکنیم ولی قفلت در فراهم کردن این بدیل ممکنه بخت این سناریو رو بیشتر بکنه این یه خطر یا نیروهای فرصت طلبی که کوچکترین مقبولیتی در ایران ندارن ولی ممکنه بخوان وسط این آب گلالود از این آب ماهی بگیرن اون هم یه خطر دیگری است یعنی نیروهای واقعا مقبول و دارای مشروعیت در قفلتی که امروز از خودشون نشون بدن در عمل فراهم میکنن شرایط رو برای نیروهای فرصت طلب که اون هم باز به ضرر مملکته و نکته سوم که دیگه از همه چیز بدتر خواهد بود در دنیایی که به حال درگیر میخواد باشه در این مسئله اگر ببینن که سقوط نظام حتمی است ولی هیچ بدیلی که از طرف خود مردم ایران یا اپوزیسیون ایران فراهم نشده باشه دنبال خود کار خودشون خواهند بود که یک حکومت های دستشانده خودشون رو تو مملکت پیاده بکنن این هم باز به ذره